خب میگم تو اوکی، هر نه وقت، خب داداش، حرف من اینه داداش، تو من میگم تو هر وقت تفکراتی میخوای که برو، ولی تا موقعی که کنار منی به من، به کسی دیگه نگاه نکن، ولی خب هر وقت دلت میخواد برو. خب آره این هم هست دیگه، آفرین. ولی خب این سبک توه، میگم اینم باز یه سبک، خیلی ها صد تا سبک تو روابط دارن و حرف من اینه، موضوع تجاوز باید از بین بره. این که تو داری میگی 18 سال فلان داشت، از نظر من دختری که به پختگی 27 سال، 25 سال، 24 سال به بالا نرسیده، اصلا نباید با تتلو یا پیش رو دیدار خاصی داشته باشه. دلیلش اینه که اون آدم هنوز نرفته کاملا یک دوری بزنه تو دنیا، فلسفه رو بفهمه، عرفان رو بفهمه، دنیا رو ببینه، خدا رو بشناسه. 7 8 داشت بعد بزاین، من به نظرم چند تاشون میتونن با ما بشینن. خب اوکی ببین، من منظورم آفرین، تو داری در مورد استثناء حرف میزنی. ممکنه توی جمعایی باشه یه دختر بچه 12 ساله اصلا ذهنش یه رهبر باشه، من میفهمم چی میگی. خب ولی بحث اصلی من اینه که داداش این نباید کلی باشه، یعنی اصلا نباید جماعت زیادی 18 ساله، 19 ساله، 20 ساله فکر بکنم به اینکه بجز کنسرت. حالا تو میگی پدر مادرت اجازه بگیره، من میگم با پدر مادرشون برسن خدمتت. چرا؟ چون اونا میخوان تو رو با اونا بیان تو رو ببینن، دخترم کاری نداری میگم. که منم میگم سلام خدافظ. زیر سنی چرا دروغ میگی؟ تو اصلا با پدر مادرت بیا منو ببین، چه مشکلی هست؟ آره این یه مسئله، ولی خب مسئله دیگه اینه که ببین یه موقعی هستش آقا تو مشهوری، دوست داری دختر بازی کنی، دوست داری، آ به هیچ کی ربطی نداره. اون دختری که دوست دارم با تو هر قوانینی من رو جلو دختر بازی دوست ندارم بکنم. رضا بذار اینو وسطش بهت بگم، چیه من دختر سازی دوست دارم بکنم. یعنی من دخترها رو سعی میکنم دارم دختر سازی میکنم، چون به نظر من دخترها در طول تاریخ خیلی بهشون اچاف شده، فقط ازشون کار کشیده شده، فقط نشستن. عرضم به حضورت ازشون گفتن بشور بساب بپز، ولی من دخترها رو مختلف و تو دوره های مختلف میارم، میبندمشون به ورزش، براشون تتو میزنم، بهشون ساز یاد میدم. الان بیبی من خورشید اینجاست. عزیزم تو این چند وقته که اینجا بودی پیانو تمرین کردی یا نه؟ همین امروز رو تردمیل اینتروال بردم یا نه؟ این دست الان تتو دوستش داری یا نه؟ خب من دارم دختر سازی میکنم، پس دختر بازی نمیکنم. نه اوکی، من میگم این اوکی تفهیم میخواد، اینا تفهیم میخواد. چون بعد هر کسی هم که خودش دوست داره داداش داره میاد اینجا. من خورشید جان، من شما رو به زور آوردم اینجا، خود شما به 10 نفر مسیج دادی با میل خودت، 20 بارم بهت گفتم آقا برو، گفتی چی؟ نمیرم. تموم شد رفت. خودش هر کسی صلاح خودش میده، ولی مسئله قانونی هم که داری رعایت میکنی، ولی میگم 18 اصلا درست نیست. باید نه چند سالت سنشون پخته بشه و تازه تو رو ببینی. اگر 18 سالت، 10 سالت میخوای امیر رو ببینی، با پدر مادرت بیا بشین اونجا ببین. خداحافظ. بله خدا پدرتو بیا مرزه. حرف منم همه. آقا چه حرفی هستن؟ تو میگی اجازه پدر مادر، سوء تفاهم میشه واسه شون. یعنی که پدر مادرشون اجازه بده اونا اون بیاد پیش شما. آخه بعد چه کاری هستن؟ نه نه آخه یه چیزی هست، یه چیزی هست. بعضی ها هستن مثلا همین دوست عزیزمون، خب نه پدرش اینجا بود نه مادرش. ببین یک دختر 17 ساله ای بود که دروغ گفته و سنشو، نه پدرش تو استانبول نه مادرش. هاو من چطور یه دختر 17 ساله توی استانبوله و نه پدرش پیششه نه مادرش، و به من پناه آورده، به من پناه آورده، میگه من عاشق تو هم زیر سنم هستم. میگم کجا زندگی میکنی؟ میگه خونه دوست و رفیقم. میگم دختری یا نه؟ درست گوش بده داداش. میگه نه، 2 ماه پیش پردم و زدم. میگم کجا؟ میگه نمیدونم، یه جایی مست بودم زدم. خب میگم الان از اینجا میخوای بری کجا؟ میگه خونه دوستم. میگم با چه پولی؟ چه درآمدت چیه؟ 17 سالشه هیچ شغلی نداره، من باید چیکار کنم؟ اجازه پدرشو بده. خب من این دختر رو باید نگهش دارم دیگه. داداش به نظر من این مسئله خیلی شخصیه، من دخالت بعد وقتی پدرش اینجا نیست، مادرش اینجا نیست، این دختر تو غربته، این اجازه پدر و مادر باید بفرسته
و من میتونم چون دختری بود که واقعا احساس کردم واقعا منو دوست داره و تمام آهنگا رو حفظ بود و نگرش میدارم، ولی خب اجازه پدر مادر میخواد. میفهمم، میگم اجازه پدر مادر این چیزی که تو با پدر مادرش روبرو بشی با هم راجع به داداش بعضی موقع نیست، پدر یارو رفته زن گرفته کسکش، مادر یارو هم رفته شوهر کرده دختره رو بلکرده. داداش شما هم براش بهترین کاری که میتونی بکنی که شغل پدره نیست مادرم نیست، داداش شما براش شغل درست کن، یه خونه هم اگه میتونی میخوای کمک کنی براش اجاره کن بره کار کنه، کرایه‌اش بده رو پای خودش باشه. نمیتونم چرا درد سرش واسه امین تتلو باشه و حرف بعدش پشت سر. نمیتونم این کارو بکنم، خدا شاهده ندارم اونقدی که یه خونه اجاره کنم، ولی میتونم یه اتاق بهش بدم تو خونه خودم. آره دیگه، این که من همینو میگم داداش، تو داری یه چیزیو میگی ببین آخه یه ذره این کردم، ولی تو میدونی توی این وضعیت کنسرت نگم من به جایی رسیدم ماشینمو فروختم، خدا شاهده ندارم. و یعنی آدم ها باید رو پای خودشون وایسادن، مگر یعنی اینکه ایشون بشه دوست دختر شما مثال داری عقدش کنی این دیگه داستان فر، یا یعنی اینکه اصلا به قول خودت بری فرزند خوندگیشو بگیری. آقا من هم فرزند خوندگی قبول میکنم، هم عقد قبول میکنم، هر چیزی که ایشون هر چیزی که مشکل تو اینه که تو مشکلت اینه که تو اصلا کلا سیستمت عقدی نیست، میگی با ازدواج نیستم، ولی ازدواج کنی دیگه باید وارد قوانین دیگه بشی. من اگر دختره دوست داشته باشه باش ازدواج بکنم ازدواج میکنم، اگر دوست داشته باشه باش سکس بکنم سکس میکنم، اگر دوست نداشته باشه دوست داشته باشه این پدر باشم باش حتی به نگاه سکس هم بهش نگاه نمی کنم و این پدر هستم باشه. آره من هم به عنوان یه مرد ایرانی به عنوان رفیق تو دارم حرف نظر شخصیمو میدم که اگر به من باشه حالا یا اون کارو میکنم یا مثلا آفرین اختیار رو دست خودش میدم آدم ها رو و من میگم این آدم در به خاطر من آگاهیشو کاری ندارم، سطح آگاهی هر کسی میتونه بالاتر باشه، خیلی دختر آگاهی بود، خیلی آگاهی کردم یه ذره باش صحبت کردم واقعا فهمیده بود، به خاطر این میخوام به فرزند خوندگی از لحاظ آگاهی سن، از لحاظ سن چیزی که همون تو باش مشکل داریم میگی قانون دنیا اینجوری فلان، خب تو میگی من دارم آپدیت صحبت میکنم باهات، میگم از لحاظ سنی و قانون جهانی درستش اینه که شما دست به این دختر نزنی تا زمانی که نزدم. انتخاب کنه شما رو، اینو دارم کلی میگم، میدونم نزدی دارم داداش تو رو من میشناسم، تو دوست دختر خودت میشینه باید اون انرژی توت باشه، آدمی نیستی که خیلی ها برعکس آجه بسه، تو خیلی کاری امیر، تو همش داری کار میکنی، اتفاقا همه فکر میکنن تو داری صبح تا شب کسبازی میکنی، من دیدم که تو همش پای میکروفونی همش عرق میریزی این دو هفته چجوری همش این همه شعر نوشتیم این همه ساز من فقط گرفتم رو این دوتا آهنگ. آره دیدم دیگه داداشون، دیدم دارم بهت میگم و تو بچه خوبی هستی، بچه پاکی هستی، نیتت مشخصه، دوست داری کمکشون کنی، من اینا رو قشنگ دیدم که دارم میگم. من میگم من تو خونه من یه دختر پیانیست هست، یه دختر گیتاریست هست، یه دختر درامر هست، خب میگم یه دختر جوونی که بیاد اینجا میتونه در طول روزش عرضم به حضورت از اینا ساز یاد بگیره، میتونه انگلیسی با همه این انگلیسی حرف باید بزنه، میتونه انگلیسی حرف بزنه، میتونه هر تاتوی دلش خاص بزنه، میام تو انشالله یه ذره دیگه شرایط اوکی بشه میتونه ورزش بکنه، چرا که نه، چرا این دختر بره تو خیابون تو غربت فقط یک راه داشته باشه که بره کس بده ببخشید، تازه اونم با دل و تازه با دل هوره که زیر سن قانونیه، خب این بره یه اجازه پدر مادرشو بیاره، من همینجا خب الان ایشون زیر سن قانونیه. بله خب این دردسر برای شما تو این کشور دیگه داداش، گفت خودت خب برای همین فرستادیمش رفت دیگه، خب پس بعد همون اتفاق ادامه پیدا کنه برای شما که این همه مردم تشنه صداتن، نیازمند صداتن و انرژیتن، به یک به خاطر زندگی یک نفر که میتونی جور دیگه بله. کمکش کنی به خطر نیفته. دقیقا ما فرستادیمش رفت. نه داری میگی چرا اجازه پدر، چرا حضور پدر و مادر، نه میگم به خاطر اینکه بعضی موقعا پدر مادر انقدر بیشعورن و نیستن حضور پیدا نمیکنن، لااقل اجازه رو بدن ما حضورشون رو نخواستیم، خودمون بچه رو تر و خوش میکنیم.
یارو بلند نمیشه، یارو وقتی به دختر 17 سالش رو ول کرده تو ترکیه بلند نمیشه این همه را تا ترکیه بیاد حضور پیدا کنه به خاطر اینکه این دختر بیاد منو ببینه یا با من زندگی کنه. لاقل اجازهشو بفرسته تو یه اصلا ویدیو. اصلا اون دختر پاسپورت داده؟ من چه میدونم دادن دیگه. چه جوری داده؟ اجازه پدر میگم پدره خیلی اصلا کسیش سر از این هم یعنی... خب میگم اینا موردایی که داداش چه میدونم تو که خارت خیلی نیتت خیره هرچی انشالله خدا بخواد درست باشه پیش میبریم. آره من نظرم اینه که اول خودت میدونی هرچی من نظرم اینه که اول سلاپور و یعنی اول این دختره خودش بره از پدرش توی یک ویدیو بنویسه که من رضایت میدم که حضانت دخترم با امیر تتلو باشه، توی ویدیو بنویسه، بعد هم نوشتش باشه هم ویدیوش باشه، بعد سلاپور بیاد اینو ببره تو پلیس ترکیه اونجا تایید بگیره، تاییدو که گرفت بعد من راش میدم. آه این راه خوبیه؟ میگم تو میگم اینا انتخابای شخصیه من چی واسه من نمیشناسم خانواده اونا رو نظر بدم الان دارم راجبه این دیگه کار قانونیه دیگه، قانونی نیست داداش. آفرین، قانونی هر کاری میخوای بکنی قانونی انجام بده و لطفاً من حرفم اینه داداش. جوانای ایران مثل تو مثل ما خیلی هاش چون من واقعا میخوام یک واقعا میخوام این خانومو کمکش کنم، دو واقعا نمیخوام به گا برم. اگر فکر میکنی چیز دیگه ای باید این وسط انجام بشه به من بگو داداش. من گزینه دوم دارم همینو میام. تو داشت انقدر ارتباط ها و دوستای خفن داری که بتونی کمک آدم ها بکنی. من حرفم اینه تو این همه آدم همیشه میام میبیننت، من میام این گزینه برای تو دردسر سازه، اونم در این تاریخ. خب شما نظر منو میخوای، ایشون باید تحت حالا حمایت شما یه مدتی یه جای امنی زندگی بکنه، خب تا اینکه بره با خانوادهش تکلیف زندگیشو روشن بکنه لحاظ قانونی و بعد دیگه خودتون میدونید. اون ویدیو رو بیاره و نوشته رو مثلا شما داداش شما چرا بعد توی خونه یه آدم زندگی پلیس ترکیه هم ببرن؟ چون اصلا این تو ترکیه هم جرمه که زیر 18 سال دختر زیر 18 سال تموم شد دفتر شما اصلا نباید به خدا تو رو خدا امیر اینا رو رعایت کن، خودت استادی خودت بلدی زندگی داداش. ما داریم میریزیم رو میز دارم همه رو میگم. آره دیگه منم همین رو میگم. شما الان خود این خانوم و پدر مادرش هم بدونن اگر میخوان که بچهشون امیر تتلو رو ببینه یا میخوان که حضانتشون به عهده من بگیرم، من میگیرم ایشون رو به خاطر اینکه دختر خیلی با استعدادی بود به نظرم میشه روش کار کرد و ازش یک دختری ساخت که به درد اجتماع بخوره. نه حالا فکر کنید از فردا هر دختری از راه برسه من به فرزندی میگیرم، نه من کلا یه دونه اتاق خالی دار بیشتر ندارم و ایشونم اوکی هم، منتها باید یک اول پدر و مادرش رضایت بدن هم تو ویدیو هم کتمن، بعد سلاپور باید این رضایت رو ببره پیش پلیس ترکیه، ایشون هم رضایت بده پلیس ترکیه هم اجازه الان داستان چیه؟ آنجلینا جولیه داستان میبینم دوباره داستان آنجلینا جولی و براد پیته که این اونا هست داستان؟ نه هیچ داستان خاصی نیست، من یه چیزی در این دختر دیدم احساس میکنم اگر بخوام نه میگم یه سری هایی که به فرزند خوندگی میگرفتن میذاشتن مؤسسه های آموزشی کمکشون میکردن حرفتون. آره وقتی میتونم یه نفر رو چرا داشت رضا نکنم، یه نفر رو من کمک کنم، یه نفر رو تو کمک کن، یه از اون ور برعکسش دخترها هم بکنن. آقا دختره پول داره بره ببینه یه پسر خوشتیپ با استعداد و بگیره، هم دوست به سرش باشه هم کمکش کنه تو رشتهش، مثلا یارو چه میدونم فایتر فوتبالیست هر چی هست، دختر پول داره بیاد پسره رو کمک کنه چه اشکالی داره؟ مشکلش چیه؟ یه نفر رو من کمک میکنم، یه دختر رو، یه پسر رو، یه دختر پولدار کمک کنه، همینجوری دست به دست هم بدیم رفته جلو دیگه. نه یهو میبینی
من همینطوری که یه دختر این جنس ها کسافت خونه است تو ایران یا بند خدا رو به سیستم میفرستن چون آخه داشت میدینی چیه داستان، من یه دختر رو واقعا میخواستم که کنار همین خورشیدم باشه بیبیم که الان باش صحبت کردم که گفتم آیا تو این تو این چند وقت بیانو یاد حالا از نظر رضا پیشرو این دختر به سنی نرسیده که همچین تصمیماتی رو بتونه روشن در ذهنش حالا اینجا رو گوش کن داداش، من اونو میگم آن تو رو نمیگم، من میخوام که یک دختری خب کنار دوست دخترم باشه. چرا؟ چون زمانی که من میرم استودیو یا زمانی که من میرم سر تمرین دوست ندارم که ایشون تنها باشه یا وقتش به بتالت بگذره، دوست دارم. بعد ایشون خودش مربی بدنسازیه، میتونه از اون ور دختره رو که کنارش هست هم از تنهایی درش بیاره، هم میتونه بدن اونو بسازه، هم اون میتونه انگیزه باشه برای اینکه این خودش ورزش کنه، هم کناره هم تنها نیستن، هم یه اتاق خالی دارن و همین که عرضم به حضورت دوست دارم که دوست دخترم هم یه دوست داشته باشه. این چه اشکالی داره؟ خود دخترم بی خانواده و بی خانمانه و خیلی بهتره براش که یک جایی باشه که یک مربی بدنسازی زن هم کنارشه، یه عالمه هم پلیر دختر میفهم یادم اینجور معامله ها رو دادش با خدا میکنه، خودش میدونه، میدونی چه میگم، اینا خیلی دلیه، من تو رو میشناسم، تو رو کاش مردم همه میتونستن. به نظرم مشکلی توش نیست و به نظرم برعکسش هم اگر اتفاق بیفته، یعنی یه خانومی پول داره بیاد ببینه آقا یه جوونی پسری پدر مادر نداره، بیاد حالا به فرزندی بگیره یا اصلا به دوست پسری بگیره، هم اون بنده خدا رو به نوایی برسونه، هم این که خودش از تنهایی در بیاد یا دوست پسرش از تنهایی در بیاد، چه عیبی داره؟ آقا باید کمک کنیم دیگه. اینو چرا همه مسائل رو میدونی وقتی من میگم یک دختری رو میخوام کنار بیبیم باشه همه فکرش تریسام میزنه به مغزشون، در صورتی که داداش فقط سکس نیست، من اصلا راجع به سکسی صحبت نمی کنم، اصلا کاری ندارم به این هیچ کسی تا موقعی که خودش دست نکنه تو شورت من، تازه ده بارم نزنم رو دستش دست نمی کنم تو شورت کسی، اصلا بحث من سکسی نیست، این که میخوام یکی کنار خانومم یا دوست دخترم یا بیبیم باشه، منظورم این نیست که میخوام این دوتا رو با هم بکنم، منظورم اینه که موقعی که من میخوام برم سر کار خیلی مغزم راحت تره که یکی کنار زنم باشه، میفهمی؟ ولی همه اولین چیزی که به ذهنشون میرسه آه این زن دوم میخواد تیریسان بزن، خب ذهنهای شماست که مریضه، این به من ربطی نداره، شما تو نوعی رو دوست داری جمعیت تو زندگی این همه آرتیست نمیداش، فردی مرکوری برو زندگیشو نها کن، حالا یارو برای نسبت ما چونی بوده، خب همش میواده صبح تا شب چون میکرده، این میرم داشت آقا ناصر چی شده، هر کسی هر کدوم از ماهای نقاطی داریم تو جسم، ولی تو داری اصول رو تعریف میکنی، داری میگه من دیدم آخه داشت تو پا نمیدی، کلا آدمی نیستی پا بده نیستی، من میشناسم تو اصلا کلا به رفیقای قدیمی یه وقتایی رد میدی اصلا حوصله‌شو نه، چه برسه که بخوای دختر بازی با دوست دختر وقتشو ندارم، به قرآن همین دوتا آهنگ یه مغزی از من گایید که دوست دختر خودمو نتونستم ببینم دو روز درست، میدونم دیگه اینا هم هست داداش، حالا هر کی یه جو انتخاب میکنه، ایران آزاد آینده باید همین جوری هر کسی بدون اینکه تشنج تو اجتماع ایجاد بشه، ببین ما دنبال تشنج نیستیم، ما دنبال آزادیم، ما دنبال عدالتیم، ما دنبال قانونگذاری کسوشر نیستیم، مثلا کی رم من قانونگذارم، مثلا من کیم که قانون بذارم؟ امیر تو میتونی قانون بذاری؟ اصلا تو دلت میاد قانون بذاری داداش؟ برای چی اصلا باید قانون بذاری؟ من تو آهنگ میگم برای رسیدن به انسانیت بعضی جاها باید اصلا قوانین شکست، آفرین، ما خودمون تو بیقانونی روش کردیم در صورتی قوانین رو از بریم، خب اینا چیزایی که تو درست میگی، من به عنوان کسی ناصر چی شد این وسط رفتش نمیدونم.